تمام مدت ما چشمامون بسته بود، هیچی نمی دیدیم. حتی من داخل سلول که رسیدم پرسیدم اینجا کجاست، یعنی نمی دونستم کجا من آوردشتم. زندان بود ولی چه زندانی نمی دونستم. که به من گفتن که اینجا زندان اوینه و باز هم خیلی ترسیدم. چرا زندان اوین؟ مگه یه دفعه چی شد؟ دستای من از جلو بستن به اون میله های اون تخت برشوی حسیم برخ باهام هم از پشت گلنگلن کشیده بودن. صداشون همه شون اومده بود و اومد اصلر یه دونه ایسه بودش یه ایسه بودش گودش توی شقیقه من. اون موقع تازه میفهمین که دیگه واقعا بچه بودی. تا اون موقع فهم میکرده خیلی بزرگی ولی مثل بیت من میلرزدم. حواس پنجگانت رو ازت میگیرن، محدودش میکنن. نه میتونی حرف بزنی، نه چیزی میبینی، نه میتونی حرکت بکنی. تیر خلاصا رو ما میشمردیم، میرم 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا همینطوری ادامه داشت. شهرام جان، پسر خوبم، سلام، حالت چطوره؟ امروز یاد خیلی وقت پیش ها افتادم، اون وقتا که تو کوچیک بودی هنوز بلد نبودی راه بری، اون روزا که منم پیش تو بودم و با هم بازی میکردیم، بیرون میرفتیم و تو تازه داشتی حرف زدن یاد میگرفتی. شکوفه سخی هستم. من حکم 5 سال داشتم، 3 سال هم اضافه تر موندم، 8 سال مجموعاً در زندان موندم. یادت شهرام جان وقتی 1 سالت بود تابستون با هم دیگه با مامان پروین و بابا جون و دادا جون رفتیم شما لب دریا بزرگ عکس گرفتیم. نامه های زندان و نامه های مخفی رو تنها چیزایی بود که با خودم از کوه رد کردم. همراه پسرم. نامه ها زندگی زندانه. 8 سال زندان برام مهم. عشق نانی عشق نانی که به من میگفتند پوشیده به زیوره سخن میگفتم. من مهدی اصلانی هستم، بیش از 1 دهه هست که از ایران خارج شدم. گشت های سارالله رسید و از این تویوتا ها پرت کردن اون پشت پای پتوی سربازی و بردن کمیته زنجان و بعد کمیته بارستان و کمیته مشک و بعد دیگه این روند حدودا 5 ساله زندان رو آغاز شد از همون روز. Because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. من توی محله‌ای زندگی می‌کردم که محلات متوسط روی پایین و به اصطلاح جنوب شهر بود و پیش از اون که ما توی کتاب‌ها و توی دروس و
به طور آکادمیک با ناعدالتی آشنا بشیم، ناعدالتی رو لمس میکردیم در محیط زیستگاه خودمون و محله‌ای که بودم. و خب یکی از اصلی ترین دلایلی که نسل من اساسا پرت شد به میونه انقلاب، میونه آتش و دود، رو در همین میبایستی جستجو کرد. ما همیشه تصورمون این بود که اینا خفقان ایجاد کردن، هیچ امکان مبارزه سیاسی داده نمیشه، هیچی نیست و فلان. و خب درسته، به خاطر یک کتاب چشم‌هایش شاید آقای علوی مثلا طرف میرفت 4 سال هم زندان. من اسمم محمود، توی فامیلیم تو شناسنامه سید روغنی، چون از 14 سالگی کار میکردم تو کارخونه و سندیکایی در کارخونه چیت ممتاز خودم مؤسسش بودم و بعد 20 سالم بود که شدم دبیر سندیکا. بخش از این بود که اون سیستم اصلا شکل نگرفته بود که مردم و افراد جامعه بتونن به طور جدی توی فضای سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی مداخله بکنن. این فضا بسته بودش بود کاملا. جعفر بهکیش هستم، 54 سالمه. من سال 56 دانشگاه تبریز قبول شدم در رشته مهندسی مکانیک و سال 57 سال اول دوم دانشگاه بودم. تعداد زیادی جوان دانشگاه رفته بودن و فکر میکردن که بایستی توی سرنوشت مملکتشون سهیم باشن و هیچ فضایی برای به حساب این مشارکت وجود نداشتش. بخش دیگرش تأثیر از جنبش جهانی که وجود داشتش، چه جنبش جوانان و دانشجویان توی غرب، توی کشور اروپای غربی و آمریکا، و همینطور جنبش چریکی توی آمریکای لاتین. همه اینا به نظر من دست به دست همدیگه میدادش تا اینکه اینها به این نتیجه برسند که لازمه که به یک اقدام خیلی حاد و رادیکالی دست بزنند. اون چیزی که بیشتر ما میدونستیم این بودش که داشتیم بر علیه چی انقلاب میکردیم. حس اینه که یک شاه سرکوبگره، شاه دیکتاتوره. و هرچی بیشتر میدیدی سرکوب رو علنن میمد تو خیابون جلوی چشمت، باعث میشد که بیشتر آدم رو بکشونه بیرون. یعنی باعث نمیشد که تو ساکت بشی بری تو خونه. در واقع جالبش این بودش که هرچی بیشتر میدیدی بیشتر میمدی بیرون. ما تمام بلایا رو در دوران نظام پیشین، هر اتفاق نامطبوع و هر بلایایی رو، حتی سیل و زلزله رو مینداختیم به پای شاه. روی ریلی قرار گرفت جامعه ایران و روز به روز رادیکالتر شد و آقای خمینی هم با زیرکی تونست این امید رو ایجاد بکنه در جامعه ایرانی و اونها رو در واقع به سربازان خودش بدل بکنه. اونجا این چیزی شد که ما ته تونلی رفتیم، که تونل سیاه و وحشتناکی رفتیم که در واقع انتهای تونل رو کسی نمیتونست حدس بزنه که به کجا ختم میشه. مملکتیست که اهالیش با آرامش چندین میلیون جمعیت در سرتاسر مملکت با آرامش را افتادن، مرد و زن و بزرگ و کوچک توی خیابان‌ها، و حرفشون این بود است که ما این شهر را نمی‌خوایم. اگر که یادتون باشه تمام چیز قول قرارایی که از توی پاریس داده بود که آزادی برای همه خواهد بود، کمونیست هم حق ابراز نظر خواهند داشت، نمیدونم از اینه که نفت میراد به شریک، همه در حاصل نفت، درآمد نفت شریک خواهند بود، برق مجانی خواهد بود، آب مجانی خواهد بود، یه سری چیزهای اینجوری داده بود که باز با صفحه فکر میکنی خب این همونهایی که میخوای رو به ما برمیگردون، در واقع همون چیزهایی که ما میخواستیم رو به خودمون برمیگردون. برای اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. این خوش نباشید که
مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و آخرت را. من در سال 57 سرباز بودم، در همدان خدمت میکردم، جز اولین دسته سربازانی هم بودیم که به فرمان به اصطلاح خمینی پادگان رو ترک کردیم. درست شبی بود که خاطرم نمیره شبی بود که عکس امام در ماه نمایان شد. همه در واقع ما ماه زدگان به نوعی امام رو در ماه جستجو میکردن. اون شبی بود که من به همراه 13 تا از دوستانم در یک شب یخزده و برفی توی همدان از پادگان فرار کردیم که به صفحه انقلاب بپیوندیم. در واقع شبکوه‌ها و شبزده هایی که امام رو در ماه جستجو میکردن سینه میزدن به کوری کشمشا. عکس آقا تو ماه نمایان شده در دی ماه 57. در دوره‌ای که می‌دونیم نه اینترنت وجود داشت، نه این مدیا به این شکل عمل می‌کرد، تا دور افتاده ترین روستاها پیام ایشون به راحتی منتقل می‌شد و تونست یک نوع در رابطه با خودش یک نوع اجماع به وجود بیاره و رهبری خودش رو اعمال کرد. مذهبی هایی که اومدن تو خیالی، اونهایی که اومدن انقلاب کردن، اینا دردشون آزادی نبود. یعنی درد اونا با درد چریکاب و درد توده یا یکی نبود. اونا میخواستن حکومت اسلامی درست بکنن، ما میخواستیم آزادی بیشتری بگیریم. مذهبی ها میخواستن حکومت مذهبی درست بکنن. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. در اون دوره ما اونچه که میدیدم، من مردم میدیدم، به اون صورت به خمینی یا به بقیه اسلامیون یا آخوندها و اینا براشون قدرتی قائل نبودن. یعنی قدرت رو من توی مردم میدیدم، اینا رو سمبولیک میدیدم. مفهوم جمهوری اسلامی که اومد، هیچ کس نمیدونست جمهوری اسلامی یعنی چی. رفراندومی که توی بهار 58 گذاشتن این بود که فقط یک چیزو جمهوری اسلامی آری یا نه. این جدل وجود داشت که توی رفراندوم نباید فقط سوال جمهوری اسلامی آری یا نباشه، بلکه جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک، یعنی انتخاب باشه. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد، جمهوری اسلامی. اونها که اصرار دارن اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارن، اینها خائنانی هستند که در ملت میخواهند اختلاف ایجاد کنند. اونها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، اونها قرض زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگن. کسایی که رفتن رأی دادن و بله گفتن به جمهوری اسلامی، اگه نگاه کنیم به یه سری داکیومنتری‌هایی که از اون زمان وجود داره، می‌بینی هر کسی به ذم خودش شد یار من، شد یار جمهوری اسلامی، که فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی یعنی این که تمام آزادی‌ها، آزادی‌هایی که وجود نداشته بود، اون حیثیت انسانی که
دست داده بودیم برمیگرده. من به عنوان یک زن زرتشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی اینی که با وجود اینکه زن هستم و زرتشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم. در ضمن اینکه من الان مشغول کارهای حقوقی هستم، بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم. خیلی مهمه که ما بدونیم که باز هم یادآوری کنیم سال 57 این رو بدونیم که واقعا مردم نمیدونستن جمهوری اسلامی یعنی چی. ما هیچ گونه الگویی نداشتیم. ایران اولین الگوه که وقتی اسلام با سیاست و دین زیر نظر اسلام قاطی میشه به چه شکلی، چه جور سیاستی رو با خودش میاره. هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. من حدود 8 ماه تمام با یه پیرن تابستونی توی زندان بودم. حتی لباس اول برای لباس عوض کردنم اجازه نمیدادن لباس بیاد برام. من سودا بردوان هستم. تبریز به دنیا اومدم و اونجا بزرگ شدم. زمانی که دیپلم گرفتم بعدش دانشگاه قبول شدم تهران و اومدم تهران برای درس خوندن. توی دانشگاه به خصوص بعد از انقلاب یه دوره خیلی خیلی جالبی بود. یعنی فضای باز سیاسی ایجاد شده بود. من جز یک از اونایی بودم که توی دفتر پیشگام دانشکده‌ام فعالیت میکردم. دیگه اونجا دائما بحث بود، مطالعه بود، کوه رفتن بود. تمام زندگی ما حول حوشه این قضایا بود. ما میدیدیم که اینا چجوری همینطور ذره ذره قدم به قدم فشار میارن به بقیه دانشجوها، حق حقوق ما رو میگرفتن و ماها رو وادار میکردن که کارهایی که دوست نداریم انجام بدیم، از جمله این که روسری سر کردن یه طرف قضیه بود برای دخترها. مغازه ها رو مجبور کرده بودن که با حمله کردن به مغازه و تهدید مغازه دارها که افراد بی حجاب رو راه ندن، که وقتی خیابون را میرفتی ساین پشت شیشه که فرد بی حجاب ممنوع، ورود فرد بی حجاب، زن بی حجاب ممنوع. میگم انقلاب هیچ کس فکر نمیکرد حکومت اسلامی یعنی این که بعد زنان مثلا کاملا حذف بشن و نتونن وارد مثلا مغازه بشن. به نوعی ما راجع به نجات پرستی در جاهای دیگه وقتی میشنویم که با همین ساین هایی که از ورود شخص فرد یهودی یا فرد سیاه پوست به مغازه ممنوع یا به اتوبوس ممنوع یا به تاکسی ممنوع، یعنی این کار رو با زنها اونا شروع کردن بکردن. ما حس میکردیم که انقلاب رو داره، یعنی داره دزدیده میشه. ما حس میکردیم که انقلاب از ما گرفته شده و تمام تلاشمون این بودش که در مقابلش مقاومت بکنیم. سی خرداد زمانی بود که تظاهرات بزرگ مجاهدین انجام گرفت و به شکل مسلحانه تصمیم گرفته بودن که جلوی رژیم وایستن و درست است همون زمان بود که در واقع رژیم هم شمشیر رو از رو بست و لاجوردی اومد توی تلویزیون گفتش که ما شما رو بگیریم همینجا توی خیابون کنار دیوار اعدامتون میکنیم.
و برخوردهای خیلی خیلی خشنی از اون دوران شروع شد. او خشونت رو آدم میدید ازشون بیرون میاد توی حمله هاشون، به یه جور دیگه آدم حس میکرد کم کم این رو. آدمایی که گرفته بودن توی خیابون داشتن با قنداق تفنگ میکوبیدن تو صورت یا رو پاسدارایی که میگرفتن، یعنی هر کسی میفهمیدن که میره مجاهدین میگرفتن دیگه. اسم من جاوید طهماسبیه. دستگیریاشون خیلی زیاد بود و بعدها ما شنیدیم اون شب تا صبح اعدام کرده بودن آدمایی که گرفته بودن و فقط سوال این که سازمان قبول داری یا نداری محاکمه های یک دقیقه ای انجام شده بوده. خوشبختانه انگیزه ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحان علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. ساعت تقریباً 11-12 شب بود، زنگ خونه ما رو زدن و هجوم آوردن داخل خونه. بعد مادر خدا بیامرز منم دم در یهو دیدم چشای گریون و اینا دارن منو با لباس تو خونه هم تو دارن کشون کشون میبرن. صداشو شنیدم که من بچه‌مو کجا منم میام. اینا هم گفتم باشه تو اینم ورش داره ببر. همینطوری بعد بنده خدا رو سر همین حرف 2 سال تو زندان بود بیچاره. بعد تقریبا فردا بعد از ظهرش بودش، پاسدارا یهو هممون رو دو مرتبه کردن به خط. به خط کردن و بغل دیوار وایست. یهو دیدم صدای مسلح کردن اسلحه هاشو میاد. بعد گفت یه ذره چشم بنداتون بزنید بالا. اومدیم زدیم بالا دیدیم به خط نشستن روبرومون اینطوری برات نشسته پاسدارا. بعد با حالت نشسته نشستن و اومدش همین فاکر وصیتی دارید بکنیم میخوام همتون همینجا اعدام کنم. بعد اصلا حساب کنیم حالا اون موقع تازه میفهمیم که دیگه واقعا بچه بوده. تا اون موقع فهم میکرده خیلی بزرگی ولی مثل بیت من میلرزدن. همه رو چشما رو بستن و با تناب دستا رو بسته بودن. یه قطار خیلی بزرگ همینطوری حرکت کردیم. اومدیم سمت پایین یه گفتن که چشماتون رو ببرید بالا. چشام بردیم بالا و دیدیم که یه سری تو این درخت ها دار زدن همینطوری زبوناشون از دهنشون آویزون بالای درخت ها دارن میارن پایین. مثل دختر پسر جوان بودن، متوسط سنیشون هم فکر میکنم بین مثلا 16 سال تا 21-22 سال بوده. شبی که به خونه ما اومدن تقریبا طرف های ساعت 9-9:30 شب بود. ما طبقه چهارم زندگی میکردیم. از طبقه پایین باید زنگ میزدن، کسی زنگ نزده بود. سر شام نشسته بودیم، من خونه پدر مادرم بودم و با پدر و مادرم و خواهرم و پسر 1 سالم. پشت در آپارتمان ضربه شدید به در بود که در رو باز کردیم و پاسدارا ریختن توی خونه. من رو و ریختن تو خونه و گفتن ما آمدیم اینجا و میخوایم به من رو جدا کردن و گفتن که باید بیای برای اینکه چند تا سوال ازت داریم. من اون موقع سال 61 18 سالم بود. دست به ما نمی زدن چون نجس می شن و در زمین زن هستی با کلید و جوراب یا هر چیزی که بود داره بیشه. یه موقع یه جوراب کثیف می دادن دست دنبالش رو بگیری یا کلید یا یه تیکه چوبی که دنبالش رو بگیری و دنبالشون راه بری که من رو اونجا بردن و انواع اقسام دیگه تهدید و اینه که باها چی کار میکنیم اینجا آخرشه.
بعد من رفتم توی راه رو در واقع توی بند چهار تو کمیته مشترک به دلیلی که سلول به اندازه کافی نبودش کنار راه روی وسط اون کوریدور هر بند یه پتوی کوچیک به هر فرد میدادن که اینو چالاش میکردیم میذاشتی کنار چیز که شما در زیر چشمند بستی توی روی این پتو زندگی میکردی. چشمند همیشه روی چشمت بود، خواب یا بیدار، حتی غذا خوردن بس با چشمند میخوردیم. توی راه رو تمام 24 ساعت شما به غیر از زمانی که میبرنتون دستشویی، فقط توی دستشویی اجازه دارین چشمندتون رو بالا بزنید. همیشه این رفیق جدا نشدنی یک زندانی چشمند، همیشه شما با چشم بسته در حقیقت جا به جا میشین و چند تا دلیل داره دیگه. مهمترینش اینه که به هر حال بینایی، یعنی نابینایی میتونه بخشی از تمرکز شما رو بگیره، بازجوها رو نمیتونید ببینید. ما که بردن اوین تمام مدت ما چشمامون بسته بود، هیچی نمیدیدیم. حتی من داخل سلول که رسیدم پرسیدم اینجا کجاست، یعنی نمیدونستم کجا من آورده شدم. زندان بود ولی چه زندانی نمیدونستم، که به من گفتن که اینجا زندان اوینه. یکی از عمومی ترین تهدیداشون تو اون دوره‌ای که من بازجویی می‌شدم اینه که همتون رو می‌بریم بالای تپه اعدام می‌کنیم. و این تهدیدشون تو خالی نبود، یعنی صدها نفر رو هر شب می‌بردن اعدام می‌کردن. مراحل پیش اومده بود که خود من کاملا باور کرده بودم که من رو هم اعدام خواهند کرد. اگه روزنامه‌های مثلا سال 60 رو در حساب برین نگاه بکنید، می‌بینید که داره می‌زنه 30 تا اعدام شده اینجا، 20 تا اونجا اعدام شده، 60 تا اونجا اعدام شده، 50 تا اینجا اعدام شده. هر روز شما خبر اعدام میشه، هر روز این خبر میشه دیگه. یعنی شما فضای وحشت رو، یعنی مثلا یک فضای وحشت رو تو جامعه به وجود آورد. زن داداشم که حامله بود اونجا بود و زن دیگه رو دیدم که پاهاش زخمی بود و ناله میکرد. موقعی که برای دستشویی دونه دونه میبردنمون که من دیدم خودش رو زمین میکشه میره، چهار دست و پا میرفت. ولی عموماً روش زدنشون، سیستم شکنجهشون، سیستم های همون سنتی که بودش، از آویزون کردن بودش که اصطلاح قپونی بود، که از پشت این دستبند رو میزدن که پشت بود، بعد به یه دونه چیز گیره و دیوار آویزون میکردن، مثل این گوشتای سلاخه شده که آویزون میکردن که تمام این درد بدن، سنگینی بدن میفته رو شونه و این مچ دست. بعد دستبند هم اینطوریه که هرچی کشیده تر میشه سفتر میشه، اینگه مثلا این صدا میخواد مچ دستتون کنده بشه اصلا از جا. یه لحظه مثلا آدم احساس میکنه که کاش که این دوتا دسته آدم رو قطع بکنن دیگه، مثلا این درد رو دیگه احساس نکنه. اون موقع وقتی ما دستگیر شدیم، من تا 6 ماه خانواده من نمیدونستن من کجا هستم. اجازه تلفن یا اینکه خانواده حرف زدن اینا، اصلا اینا رویا بود تو اون دوره. اصلا کدوم؟ اصلا ما ها اون موقع فقط یه سری آدم بودیم که میخواستن ما رو بازجویی کنن بکشن. حالا با خانواده ما تلفن بیارن به ما بدن، ما با خانواده‌مون حرف بزنیم، اینا اصلا بی‌معنی بود. اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسدارا در مراکز عامه دار میزنن و آتش میزنن، تمام میشد قضیه. تو دهه 60 ما اعدام‌هایی داشتیم که هر شب میبردن 300 تا 400 تا میکشتن اینا. اونم کیا رو میکشتن؟ بچه های جوانی که طرف فقط مثلا طرف هوادار بود، هوادار فلان سازمان، دوتا اعلامیه خونده، دوتا کتاب خونده، همین کافی بود براش که بره اعدام بشه. هیچ جا این انعکاس پیدا نمیکرد. آقای خمینی در حقیقت از میان تمام آیات قرآن علاقه عجیبی به قتلو داشتند و یکی از فرازهای قرآن بسیار مورد علاقه ایشون بود.
النصر بالرعب، یعنی پیروزی در ترساندن است. این فراز قرآنی تا همین امروز شعار اصلی و بنمایه و جانمایه حکومتیان فعلی هم است. بترسونید تا پیروز شید. ما میخوام رستاخیز بشه، ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و تمامی نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. هیچ دورانی تا کنون شنیع‌تر، وقیح‌تر و خشن‌تر از این دوران، یعنی سال 60، 30 خرداد 60 تا پایان سال 63 متولد نشده در نظام زندان جمهوری اسلامی. این دوران دوران فرمانروایی خون و جنونه. اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان در زندان اوین و دوره فرمانروایی حاج داوود رحمانی در زندان قزل‌حصار و امثال هم در زندان‌های شهرستان‌ها. بازجویی که فرازی داشتن، جمله‌ای داشتن، بازجوی من به من گفت که زبان هر زندانی در دهانش نیست، زبان یک زندانی تو کف پاشه. و کابل تا امروز که من مقابل این دوربین نشستم دارم با شما صحبت می‌کنم، کاراترین، مؤثرترین و سریعترین عامل برای تخلیه اطلاعاتی یک زندانی بوده. هیچ چیز برابری با کابل نمیکنه. موقعی که کابل میزدن ما رو در زندان کمیته مشترک با آهنگران کویتی که میزدن، من خاطرم هستش که یه نوحه‌ای بودش، محمد نبودی ببینی. این محمد نبودی ریتم داشت، یه جاهایش سکوت بود، سینه میزدن. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشتی که میخونه، بعد یه جایی قطع میشد، فقط صدای سینه میومد. با این صدای سینه کابل میزدن. زن شلاق میخوردم و حالا توهینا و ایناش که به جای خودش محفوظ. یکی نشست روی شونه هام، روی پشتم، من دمر بودم، یکی نشست رو پشتم، جورابای خودم رو کرد تو دهنم، یه پتو هم گرفت روش. یکی دیگه هم شروع کم میزد. خیلی زدن، یعنی اون روز دیگه من نمیم تا چه ساعتی زدن. این خسته میشد میداد به اون، اون خسته میشد. این کف پاها یادم وقتی گوده، وقتی که میزنن این مورگا پاره میشه، این توی یه گودی پر میشه، باد میکنه، بعد با یه ضربه میترکه، خون میپاشه به در و دیوار. من زیر چشمم میدیدم گاهی اوقات خون میپاشه این در و دیوار. ما نشستیم و گفت بنویس. حالا من عرق زردی تمام وجودم رو چیز کرده بود، خیس کرده بود، چنان میلرزیدم که انگار تو قطب شمال. ما رو بردن پشت بند. پشت بند که بودیم یه صحنه وحشتناکی. الان مثلا الان بعد از این همه سال برای خود من هنوز یه کابوسه. اینو شما حساب بکنه، فقط میشه اسمشو گذاشت مثلا چی میگم، مثلا تو این چیزایی که میگم مثلا کشتار جمعی، نسل کشی، یه همچین چیزایی اسمشو واقعا باید گذاشت. از توی خیابون تقریبا دیواره بوده یه متر دو متر، ولی از توی زندان که هستی گذاشته بگم 6-7 متر این دیوار زندان باشه، از بیرون که نگاه میکنه، از داخل بند که نگاه میکنه. ما رفتیم و لاجوردی از ما خوش خودش هم اومده بود روز که اینجا رو ما میخواییم کلن باغچه با کنیمش. این قسمه یه ذره واسه خودم هم مشکل اشکال نرکه. نه راحت باشیم این چیز بغل دیوار کفشای اعدامی ها بودش، مثل کوه رفته بالا. این کفش ها رو که کامیون آوردن که کفش ها رو ما بکنیم بار بزنیم، تقریبا یه سوید دو روز طول کشید. چند تا خاور چیز شد کفش بود که کفش ها خوش شده بود. بعد یه سری از
مثلا خونهای خوش شده نمیدونم چیز بوده شده این کفش هم دور برم دیگه. فضای کوچولو 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 دور تا دور دیوار ساختن خیلی سرپایی که مثل جای سلول انفرادی، ولی جایی که به اندازه که فقط میتونی روش چهارزانو بشینی و بعد روش توش دراز بکشی و بخوابی. سقف نداره، پشت نداره. ماها رو توی این محفظه ها با چشم‌بند نشونده بودن. حرکتی میکردی سرتو برمیگردوندی. سرفه‌ای که میکردی گزارش بود حاجی میومد خودش با لگد با مشت و با کاپ میزد. خب خیلی اونجا کنترل رو روحیشون از دست دادن. بچه هایی که اونجا علاوه روحی شکستن، علاوه سیاسی شکستن، تواب شدن. حاجی بر همین به این میگفت کارخونه تواب سازی. ولی یه سری هم مقاومت کردن. تعدادمون کم بود. چند صد نفر رفتیم اونجا. 200-300 نفر آدم رفت اونجا. شاید حدود 20 نفر در اومدیم از توش. یه تیکه از یکی از نامه هاست که این مال در واقع این تیکه که هستش به نوعی دارم نگاه برگشت دارم به شرایطی که توی قبر ها اتفاق افتاده بود. من این سال 66 نوشتم موقعی که تو اوین بودم و یه تیکه هایش رو میخونم که از پدر مادرم میپرسم میخواید بدونید ما در چه شرایطی زندگی میکنیم؟ شرایط ما اصلا خوب نیست. سال هاست که در بین این دیوارها جدا از دنیای بیرون به سر میبریم. چه بچه های پاکی که در نیمه های راه توان تحمل، درک و حل مشکلات و مسائل را از دست دادند و دیوانه شدند. دخترها و پسرهای جوانی که هنوز سالها را در پیش داشتند، که چقدر دوست داشتنی بودند، چقدر زجر کشیدند، دیوانه شدند و یا خودکشی کردند و یا تن به پستی دادند و اجازه دادند تا تمام وجودشان تسخیر شود. ما تمام اینها رو در کنار خودمان دیدیم، با آنها زندگی کردیم و در لحظه های زجر کشیدن و دیوانه شدنشان حضور داشتیم. در پیش چشمان خود دیدیم که چگونه انسان ها ذره ذره از بین می رفتن و ناتوانی خود رو با تمامی وجودمان لمس. زندان ماها رو تو تمامی 8 سال یک عمر آدم رو ول میکردن، با خودش درار رو آدم میبستن. تو نمیدونستی اصلا تو که اینجایی چی کار میکنی. ما مجبوریم خودمون بر خودمون دیگه تو همون چهار دیواری زندگی بسازیم. کاریم چیزی میکنم. کتاب فارسی منه یادنگاره های زندان و خاطرات 8 سال زندان من. دختر 16 ساله‌ای که کنار من بر روی شکم خوابیده، تن خود را کمی بالا آورده و دو دستانش را بر روی گوشهایش فشار می آورد و صورت خود را به بالش روبروی خود می کوبد. من بهت زده با تنی بی حرکت و یخ زده نظارگر ماجرا هستم. هنوز اندکی از این صداها نگذشته که دوباره صدای رگبار گلوله ها به شکلی هولناک به گوش می رسد و بالاخره تکتیرهای آخر به صورت تیر خلاص که به هر زندانی زده می شود. با شمردن تکتیرها می توان به ارقام اعدامی ها به طور تقریبی پی برد. 1, 2, 5, 10, 100, 150, 200, 300. همه در کابوس مرگ سر به بالش می گذاریم و می خوابیم. مثلا سلول دربسته هستش، تقریبا میشه گفت اون محیط خوب دیده میشه. اینجا تخت 3 طبقه، اشیایی که به دیوار آویزونه و زندگی روزمره بچه ها. مثلا فرض کن تو اون دربسته که ما زندگی میکردیم، این اتاق پنجره نداشت، ولی یه شیار مانندی بود که از اونجا ما بیرون رو نگاه میکردیم. اینه یه سری نقاشی دارم من که اینا رو با چای لیپتون انجام دادم. اینا رو توی سلول انفرادی کار کردم. توی سلول انفرادی منو برده بودن، اونجا من فقط کاغذ داشتم که این کاغذ رو داخل لباسام جاسازی کرده بودم. انفرادی برده بودم
ولی مداد و نمیدونم خودکار و اینا هیچی نداشتم. بعد یه قسمت چادرم یک تیغ مداد تراشم جاسازی کرده بودم اونم داشتم، یعنی کاغذ داشتم و تیغ مداد تراش. اومدم چای لیپتون اونجا داشتم برای چای خوردن، اونو خیس کردم گذاشتم یک لوله، از لوله شوفاژ رد شده بود توی سلول انفرادی، اون چای لیپتون رو گذاشتم دوباره خشک شد، یعنی حالت رنگ رو پیدا کرد. بعد هم از کف سلول یک خلال دندون پیدا کردم، یه چوب خلال دندون، با تیغ مداد تراشی قسمت از موهای سرم رو بریدم، بستم با نخ جوراب، از جورابم یه نخ کشیدم بستم موهای سرم رو به روی این خلال دندون و قلم درست کردم و بعدا اینا رو اونجا نقاشی کرده بودم. که اون موقع همش هم پورتره می کشیدم اونجا خیالی و معمولا شبیه بچه هایی می شد که سالها باشون زندگی کرده بودم. اینا یعنی الان خیالی هن یا؟ اینا خیالی هن، توی سلول انفرادی وقتی تنها بودم کشیدم اینا رو. که اینا ماهای آخر سال 67 هستش، خب دیگه دوران آخر زندان من بود بعد از 8 سال و آدم های بسیار زیادی رو دیده بودم که شکنجه شده بودن و آدم های خیلی زیادی رو هم دیده بودم که دیگه نه وجود نداشتن، اعدام شده بودن. این شب هست موقع خوابیدن، در بسته هست، یعنی خیلی فشرده تر از این بود. من باز توی این نقاشی میشه گفت جاها رو گشادتر نشون دادم، خیلی فشرده تر از این بود. یه جای خیلی کوچیکی بود که اگر به عرض میخوابیدادم من نمیتونستم پامو دراز بکنم، یعنی پامو باید بالا میذاشتم، یعنی یه چیزی کمتر از 160 سانتی متر بود. ولی همونجا زندگی میکردیم، مثلا بیشتر از اینکه به جا فکر بکنیم کم بوده جا، اون فضا بود که اذیت میکرد. هر کس نوبت خودش انتظار میکشید که بازجویی برده بشه، چی بگه، چی کار بکنه. بعد همسلیلی خودش رو میدید میپرسید چه بلایی به سرش آوردن، اون منتظره چیه. مثلا توی همون سال 60 که توی سلول انفرادی بودم، من یک همسلولی داشتم که خانمی بود که تازه بچهش به دنیا اومده بود و بچه تازه به دنیا اومدش هم یه دوره باهاش تو همون انفرادی بود که بعداً داده بود بیرون و بعد یه عکس ازش نگه داشته بود و خانم منتظر بود که اعدامش بکنن. اسمش شهلا شهدوست بود، دقیقاً یادم اسمش چی بود، مجاهد بود. این همشهری شماست، شکوفه است. اون کنار دستیش خودم هستم، اونم شکوفه است. شکوفه توی زندان یکی از دوستای صمیمیم. نامه هایی که به طور مخفی می نوشتم ایناست. ریز نویس. یه سری کاغذ های معمولی اینجا هم که کاغذ نداشتم، کاغذ پرتغال، کاغذی که توش میوه میپیچیدن، ولی یه سری دیگرش کاغذ کوچیکه، یه سری به شکل کتابچه درست کردم. اینا کتابچه است، دفترچه های که توش نامه ها رو می نوشتم. کتاب دستت می گرفتی، لای کتاب قایم می شدی و یواشکی می نوشتی. توی نقاشی های سودابه می بینی که بچه ها بالای تخت نشستن و سرشون توی یه کتاب فروه، توی یه چیزی فروه دارن می خونن. اینو بذار برات از سال 67 بخونم، بعد از 67.
ما الان در بد وضعی هستیم. نزدیک به 3 سال است که در بسته ایم و در 1 سال گذشته مدت زیادی رو توی سلول ها گذرانده ایم بدون امکانات. سعی دارن به هر وسیله‌ای که شده ثبات رو از ما بگیرن تا فرصت جمع و جور شدن رو پیدا نکنیم. خودمون هم به شدت دچار بحران هستیم. توی مرداد ما اون چیز رو که بالا زده بودیم، کرکرا رو که بالا زده بودیم، میدیدیم که مثلا نیمه های شب گاهی کامیونای یخچال داره که مثل کامیونای حمله گوش بود، از پشت یه جایی طرف حسینیه پارک میکنن، آمفی‌تئاتر حسینیه گوهردشت. بعد مثلا ساعت ها اونجا مشغول کاری هستن، ما نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. این دوره‌ای بود که مجاهد کشی در حقیقت تو زندان داشت رخ میداد. شیوه اعدام ها میدونید برخلاف سال 60 تیرباران نبود، بلکه دار زدن بود که هیچ کس خبردار نشه. سریت حرف اول کشتار تابستون 67 تا همین لحظه سریت بوده و این یک راز دولتیه. کشتار تابستون 67 یک راز دولتیه، هیچ دولت مردی هم حرف نزده. پس من گفتم آقا مسلمونی یا مارکسیست؟ خب برای چی میپرسی اصلا؟ من گفتم تموم شده. ما در تابستون 67 کسانی که این ریل رو طی کردن دسته این هستن که انتخاب کردن آگاهانه، یعنی فهمیدن که دفاع ایدئولوژیک مرگ در انتظارشونه، دفاع کردن. تعدادشون ممکن زیاد نباشه ولی اینا هستن، همه تو خاورانن. تراژیک بودن کشتار 67 در اینه که تعداد خیلی زیادی اصلا انتخاب نکردن. بعضی بچه ها تا زمانی که این طناب دار افتاده به گردنشون اصلا نمیزن ماجرا چیه. خاوران از سال خرداد 60 که احتمالا تصورشون این بوده که دیگه اعدام ها گسترش پیدا میکنه، یه تصمیم گرفته میشه که زندانی هایی که مسلمان نیستن توی گورستان های مسلمانان دفن نشن. من خودم اولین باری که خاوران رفتم سال 63 بوده که خاوران رفتم، از زندان که آزاد شدم رفتم خاوران و یه تیکه زمین بایر هستش که نه سنگی وجود داره نه چیزی وجود داره، هیچی نیستش، تقریبا هیچ نشانه‌ای وجود نداره و بعضی از خانواده ها میدونن که قبر به اصطلاح عزیزانشون کجا هستش، بعضی از خانواده ها نمیدونن اصلا کجا هستش. یعنی من میدونم که خواهرم زهرا تو خاوران دفن شده ولی به ما هیچ وقت نگفتن کجای خاوران دفن هستش. ما رفتیم اونجا، خانواده های دیگه ای که بودن گفتن توی اون تاریخ در حول و حوش اون تاریخ یک نفر رو اونجا دفن کردن، در همین حد اطلاعات ما در همین حده و اون شده محلی که ما فکر میکنیم که قبر زهرا هستش. خیلی از خانواده ها حتی رفتن 2-3 هفته زندان، کمیته مشترک هم برده بودنشون و نگهشون داشته بودن، بارها و بارها بازداشت شدن برای اینکه جلوی رفتن خانواده ها رو به خاوران بگیرن، بنا بودش که این جا به فراموشی سپرده بشه. و خانواده ها در تمام طول این مدت حاضر نشدن که به حساب به این فشار تن بدن. یکی از در واقع دلایل اهمیت خاوران در اینه، معمولا حکومت‌های توتالیتر وقتی این زمینگیر میشن، همین در دوران فاشیسم تو اینجا در آلمان، جاهای دیگه در عراق، در سودان، در خیلی از کشورها، وقتی که اون حکومت‌ها زمینگیر میشن، سازمان‌های مدافع حقوق انسانی و حقوق بشر میرن میگردن جستجو میکنن گورهای جمعی رو پیدا میکنن. گور جمعی در تمام آیین‌ها نشان از زیر گرفتن کرامت انسانیه. حکومت اسلامی در زمانی که فعلا برقرار و پابرجا، یکی از اون مکان‌ها مورد شناسایی واقع شده و همون خاورانه. خیلی هم سعی کردن این سند جنایت رو از بین ببرن ولی با مقاومتی که مادران در واقع داغ و درفش و همسران درد تا این لحظه از خودشون نشون دادن، هر سال ده شهریور رو که توافق کردن اونجا جمع میشن، هر سال
مراسمی رو برگزار میکنن و نگذاشتن که این سند جنایت از بین بره. و بعد فراموش نکنیم تمامی زندانیانی که سهمیه گورستان خاوران و بقیه گورستان ها شدن زندانی های حکمدار بودند، یعنی زندانیانی بودند که سالهای قبل محکوم به محکومیت های چند ساله شده بودند، حکماشون رو گرفته بودند، چه بس حکماشون به پایان رسیده بود. یعنی این حکومت از زندانی حکمداری که خودش حکم داده بود رو دوباره اعدام کرد، اونم نه با محاکمه مجدد. ما یه جامعه خوب برای خودمون و دیگرون میخواستیم. من هنوز هدفم رو قبول دارم، فکر میکنم برای هدفم کار کردم، براش بها دادم، انسانهایی رو ملاقات کردم که اگر این کار رو نمیکردم هیچ وقت من این آدمها رو نمیدیدم. من با اینا نشستم، صحبت کردم، خوردم، خوابیدم و میشه گفت نزدیکترین رابطه ها رو من با این آدمها برقرار کردم. من خودم فکر میکنم خیلی به من چیزی یاد داده، من ساخته شدم، براش خیلی ارزش قائلم. و الانم میبینم که آدم های دیگه دوباره توی زندان میافتن تو همون شرایط. تمام تلاش من اینه که ببینم من چه کار میتونم بکنم. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست، گربی افروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، و نه خاموش است و خاموشی گناه ماست. یادم چیزی که ناخودآگاه تو ذهنم میچرخید اون موقع تمام مدت این شعر آری آری زندگی زیباست بود. یعنی مثلا این دختر 15 سالش بود، 10 سال زندان بود. دیگه در حقیقت دوران نوجوانیمون رو تو زندان گذارد با همه چیزایی که، یعنی با یه عمر، با یه خاطرات وحشتناکی که فکر نکنم خیلی هیچ کسی تجربه کرده باشه. 4000 انسان سلاخی شدن، تو میای تو خیابون همه آدم ها با تو قریبن، به هر کی تعریف میکنی اینجوری نگاهت میکنه بسید که تو هم مریخ اومدی، یه جوری بسید که تو رو باور نداره. 4-5 هزار توی ما رو کشتن و جامعه هیچ همدردی نداره، سکوته، سریته. زمانی که انتخاب کردن برای کشتار بهترین زمان بوده، استراتژیستای جمهوری اسلامی بهترین زمان رو انتخاب کردن. سر هر کوچه‌ای بعد از جنگ یه هجله است، نام یک شهید بر یک خیابان. انقدر این جامعه زخم داره و از پایان جنگ خوشحاله، به درد من نمیرسه. شما رو هم کشتن؟ رو همین تعدادی که تو جنگ کشتن، چی میتونه تو رو آروم کنه؟ ای عشق چرا همین شکم میایی و هم انان غم میایی، هم آمدنت به جاست حتی با غم، اون وقت خوشی که مقتنم می آیی. شهرام جون دلم خیلی برات تنگ شده، حتما برام نامه بنویس، عکس ترامبوس کن بفرست، منم این نامه رو با 10 تا بوس می‌فرستم. خیلی دوست دارم مامانت رو بفرستم. ای عشق فدای بیش و کم آمدنت، همسایه و هم رکاب غم آمدنت، در رفتن
آرزوی برگشتی هست. هم رفتنت آبروست هم آمدنت. فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن بلو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.